Bismillahirrahmanirrahim. Edamı dersi gözaştı. Kitab yazıştan fındık hamaz. Mevkiyat düzeyde nazar ve yakidigar. De, kabla zim etunin ki videoyu mara ya tamam videoyu mara silik channel YouTube'u pantun tamo şok ne. Mevkiyat dizden videoyu cedid metin sebe channel mara sebe subscribe kune. Kitayı ki videoyu cedido amişa hazi tarih bibini. Dersi khuda bami deydomi dersi gözaştı şuru mekren ki mevkiyat düzeyde nazar ve yakidigar. Yani düzeyde در چند حالت به دیگر در کدام حالات قرار میگیرد. خب یک حالت اول که مثلا دایره دو دایره رسم میکنیم یکی که حالت اول پس مثال میگه که با هم هیچ نقطه مشترک نداشته باشه، یعنی دو دایره رسم میکنیم با هم دیگه هیچ نقطه مشترک نداشته باشه، با هم هیچ نقطه مشترک نداشته باشه. نداشته باشن. فردا من یک دایره ایجاد رسم میکنم، یک دایره ایجاد رسم میکنم، یک دایره دیگه دیگه قسمت رسم میکنم. مثل دست گذاشتیم و که ما خواندیم که موقعیت یک خط مستقیم با دایره که یکی در سی حالت قرار داشت که یک قطع میکرد، یکی با امروش ملماس بود و دیگه که هیچ نقطه مشترک نداشت. دیجم دایره رسم میکنیم که در چند حالت قرار، یکی که دایره را قطع میکنن در دو نقطه قطع میگه، یکی ملماس با دایره است و یکی دیگه هم هیچ نقطه مشترک نداره. فرض مثال اینجا هیچ نقطه مشترک نداره، یک دایره دیگه در یک قسمت قرار داره، با هم دیگه هیچ نقطه مشترک نداره. حالت دوم چی است؟ حالت دوم دو دایره که با هم دیگه یک نقطه مشترک داشته باشن، دو دایره که با هم دیگه یک نقطه مشترک باشه. این شعای دایره است، به هر شعایی که باشه 2 سانتی متر 4 سانتی متر فقط میگیم آر، شعایشان رو به آر نشان میدیم. اینجا میگیم با هم یک نقطه مشترک داشته باشن، با هم یک نقطه مشترک داشته باشن. دایره که دو دایره که با هم دیگه یک نقطه مشترک داشته باشن، با هم دو دایره، دو دایره که با هم یک نقطه مشترک داشته باشن. خب حالت اولی بود که با هم هیچ نقطه مشترک نداشته باشن، دو دایره که با هم هیچ نقطه مشترک نداشته باشن، دو دایره که با هم هیچ نقطه مشترک نداشته باشن، که با هم هیچ نقطه مشترک نداشته باشن. دو دایره رو رسم میکنیم، یک فاصله یکی دیگه قرار دارن، یک فاصله یکی دیگه قرار دارن که هیچ نقطه مشترک یکی دیگه ندارن. حالا دوم دایره رسم کردیم، دایره رسم کردیم، گفتیم که حالا دوم چی میگه به ما؟ دو دایره که با هم یک نقطه مشترک داشته باشن، دو دایره رسم میکنیم با هم دیگه یک نقطه مشترک دارن، این نقطه نقطه مشترکشون است که این نقطه نقطه مماسی دو دایره هم بیان میکنیم. حالا سوم چی به ما میگه؟ حالا سوم، حالا سوم، در حالا سوم میگیم دو دایره در صورتی که دو نقطه مشترک با هم داشته باشه، این دو دایره رسم میکنیم. فرض مثال میگیم دو دایره اینجا رسم میگیم با تعریف نشسته میکنم، این دو دایره رسم میکنم، اینجا یه شعایشون است مرکز دایره و این هم شعایش و این هم دایره دیگه، این دایره دیگه، این شعای از این دایره است که میگم آر یک و این هم شعای دایره دومی است که میگم آر دو. ببینید در اینجا دو نقطه مشترک دارد، دو نقطه تقاطع دارد که دیگه را قطع میکنن. میگم دو دایره که با هم دو نقطه مشترک، نقطه مشترک دارن. حالت اولی بود که با هم دو دایره که با هم هیچ نقطه مشترک نداشته باشن، به یک فاصله از یکی دیگه دو دایره قرار دارن. حالت دومی بود که دو دایره در یک نقطه مماسی با یکی دیگه باشه، یا یک در یک نقطه مماسی یکی دیگه خود یک نقطه قطع کرده باشه که با که یک نقطه مشترک داشته باشه، که اون نقطه رو نقطه مماسی میگن. حالا سیوم دو دایره که با هم دو نقطه مشترک داشتیم، یا یکی دیگه خود قطع کرده باشه که این دی دو نقطه یکی دیگه خود قطع کردن. این سه حالت بود که یک دایره داره. غیر از این سه حالت دو حالت دیگه هم موجود است که پورا هم کار میکنیم. فرض مثلا یک حالت دیگه است که هم مرکز متحد المرکز باشه. متحد المرکز در کدوم حالت می باشه؟ اینجا رسمش میکنیم. متحد المرکز فرض اینجا حالت 4 بیان میکنیم،
حالا چهار متحد مرکز باشن، متحد مرکز باشن، متحد مرکز به این مفهوم که یعنی دو دایره که یه مرکزشون با هم دیگه مساوی باشه. فرض مثال یک دایره رسم میکنیم، مرکزش این قسمت است، یک دایره دیگه هم رسم میکنیم و میگم که دایره او هم همین نقطه است. وقتی دو دایره که مرکزشون با هم دیگه یک نقطه باشه به نام دایره های متحد مرکز گفته میشه. دیگه یک حالت دیگه هم موجود است، فرض مثال میگه که دایره هایی که چی باشن، دو دایره یا که داخلا با هم مماس باشن، این دایره که ما جرسم کردیم، حالت دوم بیرونن با هم مماس بود، این حالت که جرسم میکنیم داخلا با هم دیگه مماس میباشه، این جرسم میکنیم حالت پنجم. منم حالت پنجم میتونیم بیانش کنیم، که منم حالت پنجم بیانش میکنیم که چی خص به چی شکل است. می دو دایره که داخلا با هم مماس باشه، دو دایره که با هم داخلا مماس باشه، اینجا نشتهش میکنم، دو دایره که با هم داخلا مماس باشه، دو دایره که با هم داخلا مماس باشه به چی شکل است. یک دایره رسم میکنیم، این نقطه مرکز دایره است. یک دایره دیگه هم دمی قسمت رسم میکنیم، این آر یک است، فرض مثلا از دایره اول، این هم آر دو است از دایره دوم، این نقطه است با هم مشترک دارن، این دو دایره با هم داخلا مماس میباشه. بنام دو دایره که با هم داخلا مماس باشه به این شکل است، دو دایره که خارج هم با هم مماس باشه که قبلا کارش کردیم که بیرون از طرف بیرون با هم دیگه با دولت مماس قرار میداشته باشه که دارای یک نقطه مشترک ما هم گفته میتونیم بشه میباشه که به این شکل است. و حالت پنجم به این شکل متحد مرکز کدوم حالت بود؟ میگم حالتی که دو دایره دارای یک نقطه مرکزشون با هم مساوی باشه، دو دایره که مرکزشون با هم مساوی باشه، این زمانی که دو دایره با هم مرکزشون مساوی باشه، یعنی از مرکزشون با هم مساوی باشه، با دو دایره رسم کنیم به شعاهای مختلف، با شعاهای مختلف میگیم دایره چیست؟ متحد مرکز. دو دایره که داخل هم با هم مماس باشه، یک دایره دا داخل دیگه دایره باشه و یک نقطه مشترک داشته باشه به نام دایره هایی که داخل هم مماس باشه گفتم میشه. دو دایره رسم میکنیم که بیرون هم با هم مماس باشه به چه شکل است؟ به شکل یک نقطه مشترک در قسمت بیرونی داشته باشه به نام دایره هایی که بیرون هم مماس است یا خارج هم مماس است بیان میشه، که حالت دوم بود که بیانش کردیم. دیگه حالت رو بیان کنیم، حالت سوم بود که دو دایره در حالت تقاطع با هم یک دو نقطه مشترک دارن که بیانش کنیم. این بود درس امروزی ما که میتونید که به خاطر اگر کدام پیشنهاد نظریات دارید میتونید در قسمت کامنت نشته کنید، ما به پیشنهاد دادتان جواب خواهد دادیم. میتونید از طریق چینل یوتیوب با هنتون ویدیوهای ما را تماشا کنید.